زمان معاملات در بورس به روال سابقش برگشته، همون ساعت 9 تا 12 و نیم مثل سابق شد. همه این سر صداها بی اثر بوده و تشخیص دادن که این زمان مناسب ترین زمان هست. و اما برخی صاحبان قدرت و نفوذ جلوی طرح عقص مالیات از خانه های خالی را گرفته بودند. این مطلب رو آقای رحیم زاره عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته و گفته که در حالی که این طرح در 50 کشور دنیا داره اجرا میشه، در هر حال اون صاحبان قدرت و نفوذ موفق نشدن تا کنون جلوی این کار رو بگیرن. حالا ببینیم در آینده چه میشه. و اما ایرانیان همچنان در صدر معامله یا خرید مسکن در ترکیه هستند. روز به روز داره تعدادشون بیشتر میشه. و خبر دیگری که سر صفحه به دست من رسیده این بودی که آقای بیژن زنگنه وزیر نفت گفته ظرفیت تولید روزانه بنزین هم اکنون 107 میلیون لیتر است، یعنی حدود 2 برابر سال 91. ایشون گفته ما اکنون بزرگترین صادرکننده بنزین در منطقه هستیم. امیدواریم همینطور باشه. اما 114 تن از نمایندگان مجلس نامه‌ای به رؤسای سه قوه نوشتند و گفتند دیگر نمیتوانیم از این بیشتر بیژن زنگنه را تحمل کنیم. و آقای بیژن زنگنه هم در مقابل این مسائل نامه‌ای به آقای روحانی نوشته و گفته است که انتقادات نمایندگان مجلس به وزیر نفت در جلسه سران قوا قضاوت شود. در واقع سران سه قوه رو به حکمیت طلبیده. یک درگذشتم داشتیم، منوچهر سلیمی نویسنده ادبیات کودک و نوجوان که آثار متعددی از او باقی مانده در سن 92 سالگی درگذشته. در مورد وقایع منطقه هم آقای رضا قویشاوی روزنامه‌نگار توییت کرده که یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان برکنار نشده، بلکه دوره مأموریت او به پایان رسید. و این هم خبری بوده که ایشون دادن برای موضوع، برای اینکه به شدت این تغییر مورد سوال قرار گرفته بود پس از مکالمه این وزیر با وزیر همتاش در اسرائیل. و یک حرف افراطی تر یا تندتر از زاهی خلفان از نزدیکان ولیعهد ابوظبی که خواستار عضویت اسرائیل در اتحادیه عرب شده. و معلومه که دارن شتاب میگیرن، کشورهای عربی شتاب گرفتن برای نزدیک شدن به کشور اسرائیل. مایک پومپئو هم در کنفرانس مشترکی که با وزیر خارجه عراق در واشنگتن داشته گفته به زودی مکانیزم ماشه را علیه ایران فعال میکنیم. در این کنفرانس خبری با همسایه ایران آقای برایان هوک هم گفته بزرگترین تهدیدی که متحدان ما با آن مواجه هستند جمهوری اسلامی ایران هست. و آقای مایک پومپئو با وجودی که کنارگیری کرده اما از مخالفتگویی های خودش به جمهوری اسلامی دست بر نمی داره. آقای دونالد ترامپ هم گفته از پومپئو خواستم به شورای امنیت اعلام کند که آمریکا قصد دارد همه تحریم های سازمان ملل علیه ایران را دوباره اعمال بکنه. و یک هشدارم پومپئو به روسیه و چین داده، گفته اگر روسیه و چین با مکانیزم ماشه مخالفت کنند ایالات متحده واکنش نشان خواهد داد. این هشدار و این تهدید برای روسیه و چین ممکنه که مؤثر واقع بشه. و آخرین خبر یا یکی از خبرهای دیگری که سر صفحه به دست من رسیده اینه که آقای رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز و فردا همین چند روز آینده وارد تهران خواهد شد. و آخرین خبر که در این ارتباط ها به دست من رسیده اینه که آمریکا رسما از شورای امنیت خواسته تحریم های سازمان ملل علیه ایران را دوباره اعمال بکنه. اما مطلبی آقای تد کروز سناتور جمهوری خواه و یکی از
مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی و مخالف برجام مقاله‌ای در مجله نیوزویک نوشته و در اونجا خواستار این شده که مکانیزم ماشه فوراً علیه ایران اجرا بشه. ایشون نوشته که رژیم ایران، رژیم جمهوری اسلامی ایران صادر کننده تروریسم و تأمین کننده مالی آن است و علناً تهدید به جنگ تمام عیار می کند و در این حال به دنبال سلاحایی است که می تواند با یک جرقه شهرهای آمریکا را ویران کنند. وقتی رهبر ایران می گوید مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، منظورش واقعا همان است. و پایگاه خبری معتبر سالون در آمریکا مطلبی نوشته، یادداشت نوشته که در تکه قسمتی قطعه ای از این یادداشت آمده است که سورپرایز اکتبر 1980 ایران رونالد ریگان را رئیس جمهور آمریکا کرد و بعد پرسیده است آیا سورپرایز اکتبر 2020 جمهوری اسلامی ایران، یعنی حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، ترامپ را دوباره رئیس جمهور خواهد کرد؟ سوال معناداری بوده. در هر صورت این سوال رو ایشون در این سایت حساس سیاسی که مورد توجه کلیه مقامات برجسته سیاسی آمریکا هم هست آورده. جملهش رو دوباره اگر دقت بکنیم بسیار پرمعناست. اما آقای کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و سردبیر مجله ایران فردا، گویا توسط اجرای احکام احضار شده که از روز دوشنبه بره حبس 3 ساله خودش رو بکشه. ایشون در یادداشت نوشته این جانب به عنوان یکی از پیروان جنبش اجتماعی از درون حبس، یعنی از درون زندان، چه بسا بیش از اکنون خواهم توانست در تقویت حق طلبی کارگران و عدالت خواهی مؤثر باشم. امیدواریم که آقای کیوان صمیمی 72 ساله مجدداً از روز دوشنبه راهی زندان نشود و اگر بشود بسیار وضعیت ناجوری است. آقای کیوان صمیمی در همین اعلام این خبر گفته است که گمان می‌کنند با زندانی کردن یک ملی مذهبی قدیمی که به طور علنی از جنبش اجتماعی مطالبه محور دفاع می‌کند، می‌توانند با ایجاد مثلا رعب ضربه‌ای به اعتراضات مسالمت‌آمیز تهی‌دستان وارد کنند.